سلام سوال اختصاصی هستم بابا امروز 85 سال شد تولد مبارک خیلی ممنون و متشکر مرسی بابا نه مرسی که دقیق وقت خیلی بچه همش میپرسن ازت امروز میدونم چون الان باید بری بیرون و کار مارداری وقت رو زیاد نمیگیرم فقط یکی که اه... چه احساسی داره 85 شد بلا از احساس که میگی یاد آقای خمینی افتادم وقتی که بعد از سالها وارد ایران میخواست بشه گفتم چه احساسی داری گفت هیچی حالا <applause> من نمیخوام اون کلمه رو به ببرم ولی آدم وقتی در این سن و سال میرسه اینجور چیزهای خود براش یه پیش پا افتاده میشه و براش خیلی عادیه من اگر اصرار خواهرت و مادرت نبود که دوست دارم که برای من تولد بگیرن واقعا حتی دوست ندارم که برای من تولدم گرفته بشه چون یه داره سر بشینم به یه ده بیام بیان, بیان, بیان با 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 تبریک میگی خورا و زیاد جالب نیست اینجور چیزا برای نوجوان جوان بچه حالا تا یه سنینی جالب میتونه باشه ولی در این سن من دیگه خیلی عادیه نه من چون واقعا برام زیاد بسن با دیگه هیچ فرقی نداشته خیلی خوب حالا من یه داستان میخوام برام تعریف کنی داستانی که داشتی یا تعریف کردی که در واقع داشتی این برنامه ای که داشتی توی ایران نخست وزیر می شدی و که گفتی باید چند نفر آدم مثلا راضی باشن چند نفر باید رأی بدن تو چند نفر داشتی چطوری بود و دیگه انقلاب شد همه چیز بین رفت این خیلی داستان قشنگی و خیلی بچه ها از من خواستون که این داستان رو به بابا بگو برای تعریف کنه حالا اگر اوکی هستش اوکی با این موضوع تعریف کنه اگر اوکی نیستی که نکن من به این البته به این شکلی که تو عنوان میکنی که من خواستم نخواست وزیر بشم دیگه نه دیگه میگم تو راهش بودی دیگه بله تو راه بودن یه چیز دیگه است خب من چون فعالیت های سیاسی داشتم و وارد این راه شده بودم و موفق هم بودم و داشتم پله های ترقی رو دونه دونه ته می کردم و جلو می رفتم خب در اون اواخر مشاغل سیاسی بسیار مهمی رو گرفته بودم خب اون زمان حزبی بود به نام حزب رستاخیز که تمام قدرتهای سیاسی در اون حزب جمع بود و من در اون حزب به سمت در سمت شورای عالی که متعلق تعلق به حزب بود عضو اون شورا شده بودم که خب از هر استانی فقط یک نفر میتونست عضو این شورا باشه که از استان خود ما من عضو اون شورا شده بودم و پله ها را به ترتیب طی کرده بودم که خب باز پله های مونده بود که برم جلو که متاسفانه مملکتمون از هم پاشید و اون مملکتی که داشت به سرعت به طرف صنعتی شدن پیش میرفت در اون زمان کره جنوبی هیچ نداشت حتی یک منتاج دوچرخه هم نداشت و ما در اون مدت در در اون تاریخ سالها بود که ماشین پیکان تولید میکردیم و ماشین های دیگری جات ماشین سازی داشتیم حالا اینجا هستیم و کره جنوبی در اینجا که دارید میبینید بله داستانش. اگر ایران این اتفاق نمی دوش یعنی همون یعنی الان شما مسئولش بودین دوبه میتونستی جخبش دوبه اه اگر حالا شخص من که بودم یا نبودم چه اهمیتی نداشت اگر اگر مل... ولی مملکت به اون سوی که داشت پیش میرفت بدون شک نه چرا چون دوبی از شاه تقلید کردم. شاه تصمیم داشت که جزیره کیش رو تبدیل بکنه به همون چیزی که امروز دوبی شده به همین مقدماتش فراهم شده بود زیر ایجاد شده بود هتل ها ساخته شده بود کازینو ها ساخته شده بود ماشین هواپیمای کنکورد که در اون زمان در دنیا فقط بین چند تا کشور خیلی بزرگ رفت و آمد میشد هفته یک پرواز مستقیم از, پر، از پاریس به کیش داشت که مسافرای اروپایی رو به کیش می آورد برای خوشگذرانی برای حضور در امکاناتی که در اونجا داشت از جمله کازینو ها و کاباره ها و دانسینگ ها ولی خب متاسفانه ایران به هم ریخت و دوبه این ایده رو قاپید و امروز شد این دوبه که یعنی این دوبه که الان مثلا اینجا خارجشون برن یه جزیره ایران میتونست باشه ها؟ حتی اکثر یه جزیره که من شاید یک کمی پیش رفته چون در اون زمان کشورهای عربی به طور کلی کمتر روزی بود که یکی از سران کشورهای عربی به ایران نیاد اینا می آمدن و میرفتن به دیدار شاه و از شاه دستور میگرفتن که چه کار باید بکنن، چه راهی رو باید برن. و حالا امروز همه اون کشورهای عربی هر خونشون به نوبه خودشون برای خودشون رجولی شدن. قطر شده این قطری که شما ببینید، دوبه شده این دوبه عربستان برای خودش الان رجولان رجولان میکنه و الی آخر. <تصفح> <تصفح> یاد میاد دفعه پیش که با هم ویدیو گرفتیم من گفتم که من نمیبینم فرقی بکنه توی ایران بعد از این اتفاقات برای محض و اینا گفتی نه اشتباه میکنی خیلی داغه و خیلی همه دارن پدرشون در میارن الان میبینید تموم شد همه چی؟ ببینید نمیشه گفت به هیچ وجه تموم شد اصلا تموم نشده تو اگه میگی تمام نشده از چهل سال پیش تمام نشده یعنی اونی هم نه، که نه. چه سال پیش رو هم دلش هست از چه سال پیش نبود ببینید همین الان ویدیوهایی که از ایران بیرون میاد شما میبینید که توی خیابون ها صدها نفر جمع شدن زنها بی هجاب آره چون پلیس نیست همه چرا دوش پولیس دوششونه؟, دوششونه به مثل پلیس بیاد انداختن رو نه 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 پلیس هست بگه سابق پلیس نبود سابق کسی جرات نمیکرد پنج نفر دور هم جمع شه الان پلیس جرات نمیکنه بود نزدیک اینا بشه و اینا کارشون دارن انجام میدن این چیه نشانه شکست اونهاست ببینید هیچ انقلابی یک روزه شیش ماهه به وجود نمیاد زمان میخواد حد سه سال چهار سال و اون سه و سال اون زمان و سه سال چهار سال از داستان همین دختر محسا امینی که محسا امینی کشته شد بیگناه شروع شده استارتش خورده و تازه اول راه هستیم و احتمالا این هم بگذاریم از این که الان دولت های قلبی به هیچ وجه نمیخوان که حکومت از کار برکنار بشه تمام تلاششون رو به کار میبرن هنوز تمام حمایت هایی که لازم باشه از این دولت دارن میکنن چه آمریکا و چه اروپا ولی به در مقابل روشنفکری مردم ایران به زانو در میان و مجبور میشن که اونو هم تسلیم بشن حالا اگه این اتفاق بیفته چند سال فکر میکنه طول بکشه دوباره آدم بشن با فرهنگ بشن خیلی از عقده در بیان از زجون منفیگری از حسودی از بیقه غیرت بازی علکی از ندونستن خیلی زیاد برای اینکه اینها متاسفانه معموریتشون برای آمدن همین بود که بیان و ایران رو ویران بکنند اصلا معمولیت داشتن یعنی خود که میدونستن که وظیفهشون و کارشون ویران کردن ایرانه از بن تمام زیر ساختها رو از بین بردن هیچ زیر ساختی باقی نذاشتم زیر ساخت یعنی چی زیر یعنی اون که در یک مملکتی وقتی میخواد به ترقی بکنه یه زیر هایی میخواد یه چیزهایی باید اول ساخته بشه یه پایه هایی باید گذاشته بشه که بر روی این پایه ها برن بالا که اون پایه ها در زمان شاه گذاشته شده بود و داشت تکمیل میشد همه اونها رو از بین بردن نابود کردن ثروت مملکت رو نابود کردن جنگل ها رو نابود کردن معادن رو آب 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 که هیچ اصلا اون که فاجعه بزرگی است چون من یه ویدیو دیدم شاه داشت میگو ما بعد آب حواسمون باشه خوبیدا خوبیدا رسما اعلام کرد گفت به ما ایراد میگیرن که شما چرا هی از خارج مثلا میوه وارد میکنید چرا در ایران تولید میکنید یک هندونه اینقدر لیتر آب میخواد تا بشه هندونه خب من این همه آب مملکت و سرمایه آبی مملکت رو از بین ببرم که یه هندونه درست کنم من که پول دارم هندونه میخرم میارم هندونه بهتر میخرم میارم با اینا میگی آدم اصلا دلش میشه یعنی. چه کشوری بودیم چی میتونست باشه چی شد با. با. چه دلیل من بیام آب مملکت من باید آب رو صرف جوی کنم من که پول دارم خب وارد میکنم چه اشکال داره هیچ دوزیم نداره حتما من هر کشاورزی خوب باشه هم فلان فلان فلان, فلان. میشه زیر الان من مثلا توی یک ویدیو نوشتم به بچه‌ها میگفتم خب حالا من وقتی دارم به بچه‌ها میگم درم به اون کسی میگم که یه راه پیدا کرده پول در بیاره ولی خب چون بچه یه خورده بعضی موقع درست فکر نمیکنن اونی که پول در نمیاره انقدر شعور نداره که بفهمه این راجبه به اونه وقتی که پول میشه این کارو بکن میاد به من شروع میکنه مثلا چیز میزی گفتن که بابا تو میگی پولتو برو مثلا طلا بخرم من پول ندارم ولی حالا کلا کاری حرفی که میزنم مثلا من گفتم پولتون رو برید اگه مثلا چیزی مثلا طلا بخرین یا بیت کوین بخرین که سیو کنین که ریال از بین داره میره شما پولتون تو ریال نباشه تو جایی که میشه بعد به هم مثلا کامنت های که گوشم میگه آقا ما اگه بتونیم هفته یه بار مرغ بخریم ما بردیم بله من ایران هم... این شده الان بله من همین میخواستم بگم میگه شما میگی پولتون رو بدید شما تو کانادا زندگی میکنین فکر میکنی که اونجا همین خبر هاست نه اونجا ایران الان مردم در فکر به دست آوردن یک لقمه نون هستن اینا که درمیارن از کجا در میارن؟ اینها منظورت کیه بالاخره خیلی ببین ما خیلی ببین نمیدونم ها میدونم اون خیلیا که میگید تمام خیلیایی هستند که به شکلی با این عوامل دولتی رابطه دارند و همه از راه فقط و فقط دزدی و رانت نمیشه دیگه این یه نفر آدم درست بی تو ایران زب... حتی یک نفر آكبرستان. امکان نداره چون آدم حسابی در ایران باقی نمونده هم آدم سیاه برین یا اینا کشتند یا از ایران فرار کردند ببینید صاحب کفش ملی یه دبیر بود شغلش معلمی بود بعد آمدن این رو به جرم اینکه تو به صلاح ای هستی از کار اخراج کردن خب این آدم خلاق بود آمد چیز فکر کرد حال من خشم چیکار کنم با یه سرمایه کوچی که داشت رفت یه کفش دوزی درست کرد این کفش دوزی رو کم 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 تبدیل کرد به کفش ملی کفش ملی که شدود یک کارخونه ای که تو ایران شاید در اون زمان در حدود سه هزار کارگر داشت تمام کفش خاورمیانه رو تأمین میکرد این آدم ها رو با تو داشتیم خوشبر یزدانی یه گوسفند چران بود اما خوش داشت آیکیو داشت رفت و همین گوسفند چند تا گوستان رو تبدیل کرد بزرگترین کشاورزی خبر میانه کشاورزی یعنی چی؟ کشاورزی یعنی شمامل دامداری میشه نه نگهداری و پرورش گوسفند گاو و سایر حیوانات و کشت و زر و حالا کشت و زر برای هر چیزی مثل گندم یا هر چیز دیگری شاید الان وقت من خود میدونی کمه و مادرتون تو ماشین منتظر من نشسته مامان اومد تو اومد تو مامان یه دقیقه بیا تو به تولد بگو بایی رجا بیا خوشکل ببینن ببینم چقدر مامان من خوشکله نه اون نشست که من نگاهش بکنم که بگم بگم یه حالا پاشو بریم نه با اون نشست دو دکس رو و تلفانش بازی میکنه نها کن کیس تلفانش با لباسش مچه یعنی اینقدر چوسیه همش پشت سر من حرف میزنن همش این پدر پسر همه دنبال من حرف میزنن خیلی مامان قوی هستی واقعا دمت گرم دمم گرم تولدت مبارک عزیزم تولد بابات مبارک تولد شوهرم مبارک تولد بابات مبارک تولد بابا بزرگ ممکو مبارک ایشالا که همیشه خوبی خوشی و شادی باشه بای بای یه, یه مسجم به رضا فرشته بده رضا فرشته بود اون گفت عزیزم عشقم قلبشه. بشه ذره <تصفح> <ذهر> بشه <تصفح> خب پس ما پنج دقیقه وقت داریم ما قبوله از مامان پنج دقیقه وقت گرفتم اگه یه چیزی میتونی تو ایران تغییر بدی چی رو تغییر میدادی یا اولین چیزی که میتونی تغییر که مثلا یه نفر این ویدیو رو میبینه میگه من چیکار کنم تو خونم که خانواده من برن تو این لبلی که بابای سویل میگه ولی استقاله بسیار بسیار سختیه که آدم من بگم چیکار میتونم بکنم اولا من که هیچ اگر رستم داستان هم که زنده بشه و بیاد کاری بخوره الان تو ما بشه نمیتونه انقدر این مافیه هایی که تو ایران به وجود آمده صد برابر مافیای ایتالیا قوی تره اجازه و امکان ارزندان به هیچ احد و ناسی رو نمیدن و اصلا امکان نداره اجازه بدن که کسی یک قدم خوب در راه آبادی ما برداره اینها آمدن استفاده کردن از این تیز که آقا اگر میخوای یک ای مملکتی رو ویران بکنی کار رو به ناکاردان بسپار و اینها بعدا ناکار آمدترین انسان ها رو سر شغله گماشتن شما فکر کنید آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور یا آدمی که پنج چرا سواد داره این واقعیت من میگم شوخیه نه شوخی نیست از صحبتاش ببینید نمیتونه ده تا یه مدتی یه لوکوموتیو از خط خارج شده بود این نمیتونه این کلمه رو ادا اصلا هفت دفعه گفت آخرشم هم هیبش گفتن هیبش از شده که آخرش نتونست بگه یا آدمی که در این حد بی سواده آخر این چه از اقتصاد چه میدونه که بیاد اقتصاد ما میشه درست بکنه خب چجوری میاد میشه رئیس جمهور من از مامانتون خیلی اسخای میکنم الان آقای گرانی که خودتون میدونید و همه اونهایی که الان شرمنده تو هستن میدونن که در ایران گرانی چه میکنه چه قدر بعد همیشه میگه گرانی گرانی چیه گرانی کجاست نه من قبول ندارم ها قبول نداری چیکار کردی که قبول نداری یاد یه داستان افتادم یه استادی سر کلاس داشت درس میداد یه خونه یه استادی داشت سر کلاس درس میداد بعد, می بعد یکی از دانشجو امتحان گرفته بود یه دانشجو هیچ چی بود اینا بهش سفت داده بود دانشجو اعتراض کرد استاد تو چرا به من دادی گفت آقا تو هیچ چی ننوشتی تمام سوالاتی که من کردم تو غلط جواب دادی خب من خاصی به چه نوری بدم میگه خب خیلی آدم ها ممکنه که سوالاتی ازشون بخونی که بلد نباشن مثلا خود من میتونم شما یه سوالاتی بکنم که شما نتونی جواب بدید اینا گفت حرفا چطور می‌ذاری من فلان گفت آقا خلاصه غلط جواب کردن استاد قبول کرد خب تو از من سوال کن ببینم چیه به استاد گفت بله گفت سوال من از شما اینه که اون چیست که قانونی هست اما منطقی نیست سوال دو اون چیز که منطقی هست اما قانونی نیست و اون چیز که نه منطقیه و نه قانونی استاد هرچی فکر دید چیزی بیادش نمیاد نمیتونه جوابی رو بده آها بشم شرط کرده بود که اگر تو از من سوالی بکنی که من نتونم جواب بدم بد بیست میدم خیلی خب من بی نمره بیست رو به تو میدم بعد گفت حالا رو به دانشجو گفت کسی میتونه جواب این سوال بده یکی گفت آقا بله من میتونم آقا بگو گفتش که شما چند سالتونه گفت شست و هشت سال گفت شست و هشت سال شما 68 سالتونه رفتید با یه خانوم 35 ساله ازدواج کردید خب این قانونی هست اما منطقی نیست این سوال جواب سوال اول دو خانم شما خب چون نمیتونه با یه مرد 68 ساله لذت زندگی ببره رفته یه دوست 25 ساله گرفته. خب این منطقی هست اما قانونی نیست سومش اینه که شما به دوست خ... پسر, خانم, پسر بیس خانم شما نمره 20 دادید این نه منطقیه و نه قانونی <تصفيق> <تصفيق> حالا داستان آقای رئیسیه نشسته میگه که آقا این منطقی نیست که گرون, گرون شده خب چی منطقی نیست گرون شده خب یه درستش کن بعد برستاد اینم داستان آقای رئیسی از همه... پس فقط با کانکشن میشه تو ایران الان دیگه رفت جوری که مافیا که ارتش دستشه دیگه ما... یعنی قوی مافیایی که تا دنیا دیده در واقع میتونی بگی حتی از روسیه مافیاش قوی تره مافیای قوی البته خب از روی اینه... چون نه نا... اصلا از روسیه الگو میگیرند اینا در واقع پوتین دوم اند اینا پوتین دوم هستن. دوم هستن واقعا اون درسشون میده که این کارا رو بکنید و هر کاری از اون یاد میگیرن بر... از همه دوستان تو شنوانده های تو تشکر و, و از همشون خداحافظی خیلی ناردتیم که باید بری ولی دوست دارم میدم داری میری پارتی کنی خوش بگذره بچه مرسی آه فقط یه چیزی یه دفعه داستان هم گفتی همین که راجبه میخواد برای نخست گفتی برای اینکه نخست بشی باید یه تعدادی رای بگیری من چندین برابر چیزی که لازم داشتم آردی به من اوکی داده بودن این چی بود داستانش خیلی تو داشته باشم واسه خاطرم برای نخست وزیری نبود برای مجلس بود برای مجلس بود خب اونو بگو لطفا بعد اینکه که گفتید که من دنبال این بودم که رأی بگیرم برای نخست وزیری برای نخست وزیری نبود برای رفتن به مجلس بود به عنوان نماینده مجلس من برای اونجا بود که رأی لازم رو جمع کرده بودم. خب نه چی بود گفتی گفتی مثلا نمیدونم 60 تا میخواستم من 100 تاری داشتم یه عددش یاد نیستی. تو یاد نیست عددش رو یادم نیست من چون دقیقی 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 خیلی دقیق من گفتم بیشتر بید. داشتم بعد آره دیگه گرفته بودی و بعد چند نفر میان تو مجلس تو مجلس اون زمان ماما باز اون رو را... او چه اینجا باز میکنی اون باز کن توی مجلس هم واقعا مال اون زمان یادم نیست حالا چند نفر بودن خب در دقیق میخواد من دقیقا هم یادم به سخن خیلی ولی حدودا مثلا 20 نفر تو مدرسه یا 500 نفر نه اون موقع حدودا مثلا شاید 100 نفر حالا بیست... آره هم کافیه یا 20 نفر کمتر یا 20 نفر بیشتر آها یعنی مثلا هر استان مثلا 4 5 تا میفرسته به هر استان 4 5 تا میفرسته چه جوری به نسبت به جمعیت یا نسبت فرق استان به نسبت به جمعیت آها خیلی خوب همین من خیلی دوست داشتم از تولد یه ویدیو بگیریم حداقل تولد بگم بابا با من نمیدونم برای تو با کادو چی بگیرم من بودی تا مشکل واسه کادو خریدن تو هیچ وقت من واسه چی بگم من چیکار کنم اینو تو هم همیشه میگی من بچه کادو نمیخوام من هر همین دارم میگم من واقعا کادو <تصفح> میخوام هم که بیایید و خودتون رو ببینم برای من کادو دیگه نیستی دیگه دخ... نمی یه دختر به ما دادی کادو خیلی خوش خیلی خوش... خوش خوش بر بیاد من فکر کنم باب شیرین 200 کار داره بر بیجد. میرین داون تاون ولی درسته حالا دیگه چون زارا نداره من اگه پول داشتم اینجا یه زارا می‌ساختم دمت گرم بابای مرسی که اومدی عاشقتم آی لوف یو بای بای مرسی